درود بر شما. 13 فروردین ماه 1400 خورشیدی و 2 آوریل 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به سند همکاری 25 ساله ایران و چین. پرده آخرم آخر برنامه. ببینید، سال 2013 یعنی 8 سال پیش چین از رهبران 60 کشور دعوت کرد در اجلاسی به اسم طرح راه ابریشم جدید در پکن شرکت کنند. چین اعلام کرده بود که این طرح برای کمک به جهانی شدن اقتصاد و امنیت همه کشورهاست و دبیر کل سازمان ملل تو این جلسه شرکت کرد، رئیس بانک جهانی، رئیس صندوق بین المللی پول هم تو این اجلاس بودند. اما چند کشور قدرتمند غربی یعنی آمریکا، انگلیس و آلمان تو اون اجلاس شرکت نکردند. استرالیا یا نبود یا به هر حال در مخالفت با این اجلاس اصلا مطرح شد که استرالیا یکی از مخالفان این از کشورهای مهم منطقه هم هندوستان شرکت نکرد. میدونید که چین متحد استراتژیک رقیب هندوستان یعنی پاکستانه. نشریه مانتلی ریویو که سالیان درازی است منتشر میشه، یک نشریه سوسیالیستی بیشتر، در 1 ژانویه 2017 نوشت پشتوانه طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده که اسم دیگرشه، قدرت صنعتی اقتصاد چین و توان سرمایه گذاری آن است. این طرح می تواند به همراه قدرت نظامی چین به هژمونی این کشور در آسیای شرقی بیانجامد و در نهایت با تفوق بر مسیرهای تجاری خشکی و آبی اوراسیا چین را به سمت قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون کند. یعنی هدف چین خلاصه تبدیل شدن به نخستین قدرت برتر جهانی است. چه جوری به این هدف میخواد نزدیک بشه؟ سالهاست چین از روشی استفاده میکنه که بهش میگن، درست یا غلط، بهش میگن استعمار جدید. میاد به کشورهای نیازمند و گرفتار بحران وام میده، وامهای کلان معمولا، یا در پروژه های مثلا مشترک با اون کشورها سرمایه گذاری میکنه به شرط اینکه اولویت رو در اون پروژه داشته باشه، یعنی بیش از 50% سهم داشته باشه. وقتی اون کشور نتونه وامو که معمولا با بهره‌های سنگین هم هست پس بده، چین دست میذاره روی بخشی از خاک اون کشور، در واقع کمین میکنه در انتظار شکار. چند نمونه بگم. بندر گوادر پاکستان که نزدیکترین بندر به چابهار ایرانه، یه نمونه است. از میبینین دو تا ستاره بندر چابهار ایرانه، میبینین با اون بندر گوادر بندر پاکستان. وقتی وضع این بندر از نظر درآمد بحرانی شد، چین اومد جلو گفت من مدیریت میکنم. یه قرارداد اجاره 44 ساله بستن. چین در 2 فاز همه کاره این بندر شد. شیوه کارش هم مثل همه جاهای دیگه است. 20,000 جریب زمین میگیره در اطراف بندر تو قرارداد، کلی واحد میسازه، نیروی کار خودشو میذاره حتما، یعنی حتی شغل برای مردم اون کشور ایجاد نمیکنه. فرودگاه میسازه، تردد کشتی ها رو به بندر هدایت میکنه، درآمدش مال خودشه، اجاره کرده و خلاصه انگار مرزهای در واقع خاکی خودشو گسترش داده، یک بندر به خاک چین اضافه کرده برای 44 سال فعلا. تو سریلانکا وقتی 4 سال دولتش نتونست وام 1 میلیارد دلاری چینو پس بده، مهمترین بندرشو، بندر هامبنتوتا رو با 17,000 جریب زمین‌های مرغوب اطرافش 99 ساله اجاره کرد چین. یعنی فعلا 99 ساله. خب در حالی که پکن یه نمونه دیگه، مالدیو را مانند سریلانکا نمونه موفق از عملکرد ابتکار کمربند و جاده خود، همون راه ابریشم جدید، تبلیغ کرده، دولت جدید و رنجید خاطر مالدیو در حال تعیین میزان و دامنه گرفتاری خود با بدهی‌ها به چین است
که به گفته سفیر چین در مالدیو بالغ بر بیش از 3 میلیارد دلار است، در حالی که در دفاتر و حساب‌های رسمی مالدیو 1 میلیارد و 300 میلیون دلار ثبت شده است. مقاله منتشر شده در همین اسفند ماه گذشته در هاروارد بیزینس ریویو درباره دیپلماسی وام تله به اصطلاح. نویسنده های مطلب با اشاره به چین نوشتند در این دیپلماسی کشور وام دهنده یعنی چین عمدن به کشور وام گیرنده وام های بالا میدهد با این هدف که پس از ناتوانی کشور وام گیرنده در بازپرداخت وام ها کشور وام دهنده چین امتیازات سیاسی و اقتصادی مورد نظر را استخراج کند. شرایط وام ها معمولا به اطلاع عموم نمی رسند. اینو یکی از نکات که اعتراض میشه به این سند 25 ساله، یکیش همینه که حتی قرار دادن ببندن خیلی چیزاش به اطلاع عموم نمیرسی، یعنی همین شرایط وام. و پول وام داده شده بیشتر برای پرداخت به پیمانکارهای خود چین استفاده میشود. یکی از شرایط وام این است که در صورتی که زمان سررسید وام برسد و توان پرداخت وام وجود نداشته باشد، بندر و یا بخشی از سرزمین یا به تملک چین درآید و یا برای طولانی مدت به این کشور اجاره داده شود. چین همین نسخه را برای تصرف بندر مومباسا در کنیا و بندر هامبانتوتا در سریلانکا و مناطق متعدد دیگر با موفقیت به کار گرفت. مومباسا دومین شهر پرجمعیت کنیا است و مرکز صنعت گردشگری در ناحیه ساحلی است. عواید حاصل دریافتی های حاصل از مبادلات تجاری در این بندر مستقیما به جیب وام دهندگان چینی می رود. این وام ها به منظور توسعه شبکه ریلی کنیا پرداخت شده بودند. من اینا رو میگم که ببینید در مجموع راه هایی است که چین دست میذاره روی کشورهای نیازمند. در بدبختانه که این کشوری که نیازمنده الان همین ایران با مدیریت 42 ساله این آخونده. این وام ها به منظور توسعه شبکه ریلی کنیا پرداخت شده بود. در سپتامبر 2018 دو سال نیم پیش نیز فرودگاه بین المللی کاوندا در کشور زامبیا به همین سرنوشت دچار شده و به تصرف چینی ها در آمد. ببخشید. در مورد ایران، چین از چند راه جلو آمده. یکی این که در مسیر راه ابریشم جدید که 900 میلیارد دلار اعلام کرده در همون نشست 2013 سرمایه گذاری می کند، چین در زیر ساختهای 65 کشوری که در این مسیر هستند ایران رو عملا حذف کرده تا استراتژی جهانیش به چگونگی رابطهش با ایران که هم در تحریم آمریکاست و هم ثبات خاورمیانه رو به هم میزنه در واقع وصل نباشه. نقشه راه ابریشم جدید رو ببینین، خدمتتون میگم. ببینین از شیان چین تا روتردام هلند کشیده میشه، کشیده شده. در اجلاس 8 سال پیش در پکن این نقشه رو چقدر زود برداشتین. یه بار دیگه اگه میشه بزنین تو من این توضیح بدم. در اجلاس 8 سال پیش در پکن به رهبران 60 کشور جهان این نقشه ابتداعاً به اصطلاح ارائه شد. این مسیر رو نگاه کنین، وقتی که اون وسط نقشه از ایران میگذره منطقاً باید از ایران عبور کنه. این همون نقشه اولی است. همه رسانه های جمهوری اسلامی که نقشه راه ابریشم رو منتشر کردن همین نقشه را رو دست هم دیگه زدن و از زمان اجلاس پکن تا حالا همه همین نقشه رو زدن. ولی نگاه کنید، توجه داشته باشید که اون نقشه، اون مسیر می اومد از زیر دریای خزر رد می شد. حالا اینها ببینید، در واقع این درست شده همون مسیر است که عرض کردم که از آنکارا میاد، از زیر دریای خزر رد میشه از تهران و بعد میره اشقاباد یا اشقاباد و میره کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی و یک راه هم به بندر عباس. اینا چیزاییه که صحبتهای دو جانبه کرده چین با ایران، ولی با کشورهای جهان که صحبت میکنه نقشه بعدی رو میبینین. یعنی ببینین این مسیر از داخل خاک ایران باید زده بشه، یعنی ترانزیت ضروری این وسط ایرانه، ولی عملا اتفاق نمیفته.
دو بار ترکیه این مسیر رو رفته از آذر ماه 99، این مسیر رو که دارین میبینین، میاد باکو و از اونجا از داخل دریای خزر از آقتا که در کشور قزاقستانه، میاد نه در یک کشورهای قفقاز اشتباه نگم، به هر حال به جای اینکه بیاد زیر دریای خزر از داخل خاک ایران بگذره، مسیر ارضی رو رد میکنه و میره از کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و آسیای مرکزی، تا برسه به شیان چین. این دوباری که ترکیه این راه رفته از همین آذر ماه 99 تا حالا و مشخصات دقیقش هست با چقدر بار و فلان و اینا، قطعا هم چین، یعنی با هماهنگی با چین بوده و با هماهنگی با روسیه. عملیش میشه این، عملیش ایران میذاره کنار. تو ایران همه رسانه های اصلاح طلب همشون و هم رسانه های سپاه صداشون در اومد وقتی که ترکیه این مسیر رو در جهت مسیر راه ابریشم جدید فعال شد، اون مسیر رفت. یکم دی ماه 99 اعتماد نوشت: مشغول یلدا بودیم که خبر بدی برای راه آهن و تجارت ایران شنیدیم. نخستین قطار باری ترکیه چین بدون گذشتن از ایران به مقصد رسید. اصلا چرا این راه های ریلی مهمند؟ چون چین تلاش دارد راه ابریشم قدیمی را احیا کند، یعنی از دریا و زمین راه تجاریش را با اروپا ساده کند. این مال اعتماد، خبرگزاری فارس، مال سپاه نوشت: به تازگی کشور ترکیه تلاش کرده است با احداث مسیر جدید ترانزیت ریلی بین استانبول تا شیان چین و طبیعتاً حذف ایران، صاحبان کالا را به سمت کریدور مورد نظر خود سوق دهد. نخستین قطار باری ترکیه در تاریخ 4 دسامبر 2020 آذر 99 عازم چین شد. این قطار که حامل محصولات صادراتی ترکیه ای بود در تاریخ مذکور از مقصد استانبول حرکت کرد با پیمودن 8700 کیلومتر و عبور از 5 کشور ترکیه، گرجستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و چین. پس از 12 روز به استان شیان چین رسید. خب همین زمانی که طرح راه ابریشم جدید داره با حذف ایران عملی و اجرا میشه، جمهوری اسلامی داره با چین چونه میزنه که چجوری رسما بشه رعیت چین. میگم الان سریع تاریخ رو. از بهمن 94 که رئیس جمهور چین میاد ایران با خامنه ای ملاقات میکنه، شروع میشه قضیه. رهبر معظم توافق رؤسای جمهوری ایران و چین را برای یک برای چین را برای یک روابط استراتژیک 25 ساله کاملا درست و حکمت آمیز دانستند، که بهمن 94. 3 سال بعد اسفند 97 علی لاریجانی که همچنان رئیس مجلس بود اون موقع، با چند تا وزیر و با مشاور اقتصادی رهبر معظم علی آقا محمدی میرن چین و از نهایی شدن پیشنویس سند 25 ساله در آینده نزدیک خبر میدهند. بعد 22 تیر 99 علی آقا محمدی میاد در سیمای جمهوری اسلامی و میگه جمهوری اسلامی این نقشه راه رو تصویب و امضا کرده و منتظریم تا چین هم امضا کنه و اجرایش بکنه. در برد بلند در حقیقت 25 ساله که می نویسن معناش اینه که دو کشور روابطشون راه بردی میشه، یعنی دیگه حالت چیز رو ندارن، روابط مقطعی ندارن، یه روابط پایه‌ای با هم قرار میذارن. چرا؟ چون مبانی سیاسی رو میتونن با هم دیگه توافق بکنن که ادامه بلند مدت رو با هم داشته باشن و یه کمتر پیش میاد بین کشورها که چنین تفاهماتی رو بتونن انجام بدن. در حقیقت طرف ما این چارچوب رو که قبلن با طرف چینی نشستن و بحث کردن، اخیراً در تیر ماه توسط دولت جمهوری اسلامی مورد تصویب قرار گرفته و طبیعتاً طرف چینی هم که این رو تصویب بکنه
این نقشه راه رسمی بین روابط دو تا کشور خواهد شد. نقشه راه تاکید شما، پس هیچ قراردادی بین دو کشور به امضا نرسیده؟ نه، اصلا قرارداد همیشه در موارد مشخصه. درست میگه، این تیر ماه که میگه تیر ماه 99، درست میگه، از دل این نقشه راه به قول اینا صدها قرارداد در میاد بین دولت ها. به اصطلاح این نقشه راه 25 ساله که بین جمهوری اسلامی و چین امضا شده دستپخت بیت رهبره، نه ربطی به مجلسشون داره نه ربطی به دولتشون داره، اونا همه دستور میگیرن میرن اجرا میکنن. 28 تیر 99، محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، در همون تیر ماه خیلی شلوغ شد قضیه دیگه، به این دلیل هم آقا محمدی تیر میاد صحبت میکنه و ارجاع میده به تیر ماه 99، و در 28 تیر هم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس فاش میکنه که واگذاری جزایر ایرانی در آبهای جنوبی ایران از جمله کیش و قشم تو توافق 25 ساله با چین آمده. گذاری من اعتقاد دارم بوده، اما حرکت مردم و مجلس به نظر من جلوشو گرفت. واگذاری که مثلا من یه ماشین دارم واگذار میکنم به شما، اختیار دادن تام بوده نه اینکه واگذاری. یعنی چینی ها در اصل مقرر بود که اختیار جزایر رو بگیرن، ولی این اتفاق انشاءالله نخواهد افتاد. یه نکته رو بذارم جو خدمتتون بگم. چشم داشته چین به آبهای جنوبی ایران و جزایر جنوبی ایران فقط جنبه به اصطلاح ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی نداره، منافع اقتصادی بسیار مهمی داره چین در این منطقه. تو تمام مثال، تو تمام سالهایی که چین با ترکیه و کشورهای دیگه در مسیر فعال کردن راه ابریشم جدید بودن، چینی‌ها با صید ترال کف فلات قاره ایران در خلیج فارس و دریای عمان رو جارو کردن، یعنی اطراف بندر عباس و جزایر کیش و خارک و قشم. و جمهوری اسلامی نه تنها هیچ اعتراضی به چین نکرد، حتی یک بار همیشه تکذیبم میکرد. ببینید، حضور کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های جنوب ایران، تعداد این کشتی‌ها تا یک سال، این کالم نمیذارم رو بخونیم، خب از سال 87 تا کنون این تعداد از 2 فروند به 120 فروند رسیده. فعالیت کشتی‌های ترال باعث آسیب اقتصادی به صیادان محلی شد. چقدر؟ بعد مثلا این هم باعث برخورد قوه قضاییه و سپاه شد با این کشتی، اما چینی‌ها با ثبت شرکت‌های سوری به اسم کارمندان بازنشسته شیلات مالکیت کشتی‌های خود را به این شرکت‌ها انتقال دادن، به کارشان ادامه دادن. همچنین این شرکت‌ها از 5000 میلیارد تومان یارانه استفاده کردند و 300 هزار صیاد بیکار شدند. به همین دلیل جمهوری اسلامی، می‌دونید قبلا صحبت کردیم، شما هم حتما مطلع هستین، که بارها بارها تکذیب کرده همین ماجرایی رو که مختصر خدمتتون عرض کردم. وزارت کشاورزی و امور روستایی چین مدت‌ها قبل از تکذیب مقامات ایرانی حضور کشتی‌های این کشور برای ماهیگیری در آب‌های جنوبی ایران را تأیید کرده و گفته بود که درآمد این کشتی‌ها سالانه بیش از 7 میلیون دلار است. وزارت کشاورزی چین در خبری که 3 سال قبل منتشر کرده خبر داده بود که 5 کشتی ماهیگیری استان شاندونگ این کشور از استان ژیجیانگ چین راهی آبهای جنوبی ایران شدند و اوائل نوامبر سال 2017، یعنی 3.5 سال پیش، در بندر عباس پهلو گرفتند. در آن زمان محمد علی حسنزاده معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی درباره فعالیت کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان گفت چینی‌ها قراردادی در قالب اجاره بلند مدت با شیلات ایران دارند. بعد رو ببینین، مام جواد ظریف در تابستان 97 ضمن تأیید حضور و فعالیت کشتی‌های صیادی چین در آب‌های جنوبی ایران از این اقدام دفاع کرد و گفت در همه جای دنیا اجاره میدن که در سواحلشان و آنجایی که خودشان نمیتوانند استفاده کنند دیگران استفاده کنند.
پاک تو سرتون که نمیتونین استفاده کنین، حتی با همه بانبازی های مافیاییتون باید دیگران استفاده کنن، ولی همش مال مردم ایرانه. ولی میشه ایران مال شما هست که میدین دیگران استفاده کنن، چون ما نمیتونیم استفاده کنیم، چون تو نمیتونی استفاده کنی. بعد اینها، این اتفاقی که افتاده، یعنی این اجاره دراز مدت و این صحبتایی که شد، اینا همه در جهت مسیر امضای سند 25 ساله است در طی 8 سال گذشته. علی آقا محمدی یه بار دیگه از طرف رهبر میاد تو سیماشون توضیح میده که توافق 25 ساله با چین در چه حوزه‌ای است. تمام حوزه‌هایی که تو برنامه‌ریزی اقتصادی ما اما از مثلا نفت و گاز وجود داره، یا بحث‌های حوزه‌های دانش‌بنیانی که ما باید در حوزه‌هاش وارد بشیم و مثل مثلا بحث‌های الکترونیک و مثلا تکنولوژی‌های پیشرفته مثل 5G و امثال ذلک، تمام این حوزه‌ها رو در بر می‌گیره. و از لحاظ تبادل هم خب چین یکی از مصرف کنندگان بزرگ نفته که ما هم در حقیقت یکی از تولید کنندگان بزرگ نفت تلقی میشیم و ما باید حتما ظرفیت تولید نفتمون رو حداقل به 8.5 میلیون بشکه برسونیم و این حتما یه مشتری راهبردی میخواد. یکی از مشتریای راهبردی ما چینه. همکاری در بانکی و کانال‌های مالی هم تو غیر از این حتما دیگه او طبیعتشه، ولی شما وقتی میخوای به تولید 8.5 میلیون بشکه نفت برسی با این شرایطی که مثلا آمریکایی‌ها رقم زدن و اروپایی‌ها همراهی کردن، خب طبیعتا نمیشه. ولی اگر اونجا دیگه قراردادت رو بستی و مطمئن شدی از بازارت، بنابراین سرمایه‌گذاری در اینجا میشه. چون اگر ما نیایم در این رده قرار نگیریم، الان عربستان شده 10 تا 11 تا، روسیه شده 10 تا، امریکا شده 10 تا، ما اگر نرسونیم خودمون به نزدیک 10 تا، عملا از بازار نفت حذف میشیم و ما که یک کشور نفتی هستیم نباید حذف بشیم. پس ما به یه مشتری راهبردی در این حوزه هم نیازمندیم. حوزه‌های پتروشیمی ما به طور گسترده است با حوزه‌های معدنی ما که در حقیقت میتونه ارزش افزوده گسترده رو داشته باشه. البته این توجه رو بکنیم که استراتژی جمهوری اسلامی در این توافق و کلا در برنامه‌ریزیش خام فروشی نیست. بذارین اینا رو بعدا صحبت بکنیم. منتها خب حوزه هاشو گفت و اینا. بعد نفت رو چقدر میفروشیم به چینی ها در این 25 سال آینده؟ رسما که تا تحریمیم نمیتونیم. قاچاق چجوری میفروشیم؟ قاچاق نفت ارزون از ایران اصلا یکی از جذابیت‌های ایران برای چینی هاست. نفت ایران و چین با قیمت زیر بشکه 6 تا 8 دلار، زیر بشکه 6 تا 8 دلار کمتر از قیمت بازار میبره و هیچ کس هم نمیدونه حجم این صادرات قاچاق چقدره. یه نمونه ببینید که چجوری این نفت رو قاچاق میکنن که کی اتفاق افتاده. 10 فوریه 2021، یعنی 20 اسفند 99. بله، همینطور که مشاهده میکنید ما آمدیم یه جایی نمیدونم نزدیک سنگاپور و مالزی، مایل ها دور از خشکی، با ایمان راسخ داریم نفت قاچاق میکنیم. بله، همونطور که میبینید شبونه اومدیم با رادار خاموش، شبونه کانکت شدیم به یه کشتی ناشناس، اصلا معلوم نیست مال کدوم کمپانیه، هیچ داکیومنتی هم بینمون رد و بدل نشده. گفتن که هر لحظه اتفاقی افتاد دیسکانکت کنید، حوزه رو جدا کنید، سریع فرار کنید، برگردید بیایید تو آبای ایران یا دور بزنید برگردید. یه جوری هم گفتن اجاز کنید که به شب بخورید که شب برگ دور ساز کنید برگردید. جدا شدنمون از همدیگه شب باشه، خدا خیلی زشته. بله، نفت قاچاق میکنیم. بله، همطوری که مشاهده میکنیم. اوه تو رو خدا اینو نگاه کن، این جون من، این صحنه رو ببینی، این پارچه سفیدی که با بند بستن، میدونی داستانش چیه؟ این لایف بوت کشتیه، اینو بستن که از طریق ساتلایت یا ایرپلن یا چیز دیگه مثلا اسم کشتی خونده نشه، مثلا معلوم نباشه، معلوم نباشه مال کدوم کمپانیه. نفهمن اسم کشتیمون چیه که داریم نفت قاچاق میکنیم. به خدا آدم شرمش میشه، خجالت میکشه به خدا این چیزها رو میبینه. بله، سران مملکت ها میشن اتاق فکرشون، فکراشون رو همدیگه میذارن که چطوری بسن بتونن قاچاق کنن. خاک تو سرتون.
واقعا متاسفم. این نفتکش که این ویدیوها رو دوستان فرستادن برای اولین باره که اصلا پخش میشه در رسانه، اولین باره که داریم پخش میکنیم فرستادن اختصاصا برای ما که براتون پخش کنیم. این نفتکش 150 هزار تن نفت خام یعنی حدود 1,100,000 بشکه از جزیره خارک بارگیری کرده بود، یه جای نزدیکای خط استوا توضیح داد دوستمون حوالی سنگاپور و اندونزی، یعنی روی نقشه آسیای شرقی اگه نگاه بکنین بغل مالزی و در مسیر جنوبی چین با مختصات دریایی مشخص که البته اعلام نمی کنیم که همه چیش هم دونره. تحویل یک کشتی ناشناس میده، یکی دیگرش ببینیم. آقا ما همون قاچاقچی خفی هستیم، دوباره اومدیم قاچاق کنیم. عرض به خدمتون که الان 5 صبح یک کشتی ناشناس داریم به ما میچسبه. ببینید اسم کشتی رو هم یه پارچه انداختن که مثلا دیده نشه. آره چون هم اون نباید از ما بار بگیره هم ما نباید بار بگیره، ولی خوب داریم میدیم دیگه. از به خدمتون که الان اسمای کشتی ما رو هم دارن میپوشونن یه جورایی که هیچی معلوم نباشه. هیچ سوالی هم نباید بپرسیم، هیچ حرفی هم نباید بزنیم، هیچ داکیومنتی هم نباید بگیریم، بارو بدیم و فرار کنیم دیگه. ببینین دوستانی که این ویدیوها رو فرستادن نوشتن که از همکارای دیگه مون هم که روی کشتی های دیگه مشغول بودن شنیدیم که آنها هم مثل ما از جزیره خارک بار گرفتند و دارند با فاصله زمانی چند روز پشت سر ما می آیند که بعد از ما آنان هم به همین شکل مخفیانه بار را تحویل بدن. چقدر نفت قاچاق چین با قیمت ارزون به دلیل و بهانه تحریم هر ماه از ایران می بره؟ چقدر جمهوری اسلامی دستش میاد؟ چقدر دلال مافیا چقدر دستش میاد؟ چین 75% نفت مصرفیشو وارد میکنه، روزی حدود 10.5 میلیون بشکه وارد میکنه. بنابراین حتی اگر روزی 1 میلیون، روزی 1 میلیون هم الان جمهوری اسلامی بده به چین که میگن در ماه مارس مثلا بیشتر میخواد بده، کمتر از 1/10 نفت مورد نیاز چین. برای همین علی آقا محمدی میگه باید برسونیم به 8.5 میلیون بشکه در روز که بتونیم حذف نشیم. نکته اینه که جمهوری اسلامی داره همه تخم مرغاشو تو سبد چینی ها میچینه، میگه ما برسونیم به 8.5، یک خریدار راهبردی داشته باشیم، باید فقط به چین بفروشیم. اینجوری بدهی چین به ایران چقدره؟ میگن 47 میلیارد دلار. این پول محصولات پتروشیمی و نفتی است که قاچاق یا از راه‌های بعضن قانونی جمهوری اسلامی فرستاده به چین. چین هم میگه من دلار نمیدم، به پول خودمون یعنی یوان میدم تو بانک، نمیدم هم تو بانک براتون نگر میدارم، شما هم که پول نمیتونین به دلیل تحریم از ما بگیرین کالا ببرین. چین هزینه نفت وارداتی از ایران را به واحد پولی خود یعنی یوان به حساب داخلی در بانک‌های خودش واریز کرده و تهران حق دارد تنها برای خرید و واردات کالای چینی از آنها استفاده کند. برای مثال در سال 2013 چین 12 میلیارد دلار نفت از ایران وارد کرد، 5 میلیارد دلار کالا از چین به ایران وارد شد. اینو نمونه گفتم سال 2013 رو که عدم توازن نفت و کالا واردات و صادراتش بین چین و ایران روشن بشه. محسن امینزاده معاون وزارت خارجه دولت خاتمی همین شهریور 99 درباره این ماجرای قراردادهای بین المللی جمهوری اسلامی و توافقات بین المللی صحبت کرد، گفت طبعا محدود کننده اولیه همکاری های چین با ایران مانند سایر کشورها تحریم های آمریکاست، اما رفتن ایران به لیست سیاه FATF نیز که حاصل تلاش گسترده کاسبان تحریم و نظامی ها و امنیتی ها در ایران بوده پیامدهای جدی داشته است و اخیراً چینی ها، هندی ها و روس ها اعلام کردند. این مال شهریور 99 که با رفتن ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF
امکان همکاری‌های بانکی میان این کشورها و ایران وجود ندارد. حتی نخست وزیر عراق هم در سفر اخیرش به ایران تاکید کرده که مهمترین عاملی که دارد روابط بانکی دو کشور را متوقف می‌کند. حتی بیش از تحریم آمریکا رفتن ایران به لیست سیاه FATF است و با وضعیت ایران در FATF همکاری‌های بانکی عراق با ایران قابل تداوم نیست. امیدوارم که کاسبان تحریم فلان دست از ماجراجویی بردارن و حداقل این تحریم خودساخته را از سر راه اقتصاد ایران بردارن. میدونید دیگه اون دو لایحه‌ای که همچنان گیر کرده و جمهوری اسلامی هم نمیخواد و نمیتونه. بارها درباره صحبت کردیم. یکی خلاصه مطلب شفافیت در دخل و خرج جمهوری اسلامی ایران و کمک نکردن به تروریست ها در جهان، سازمان های شناخته شده تروریستی در جهان، و شفافیت در مراودات بانکیش. خب باری حالا FATF رو داشته باشین که جلوی تمام مراودات بانکی جمهوری اسلامی رو گرفته. 27 اسفند 99، برگردیم به همون سند 25 ساله. 27 اسفند 99، تایید مراجع عالی کشور یعنی خامنه‌ای برای امضای برنامه همکاری جامعه 25 ساله به وزارت امور خارجه ابلاغ شد. 7 فروردین 1400، برنامه جامعه همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید. من بذارین کوتاه نکات مهم این تفاهم نامه رو بگم براتون اگر کسانی ندیده باشن. انتقال منابع انرژی شامل نفت و گاز از غرب به شرق ایران، یعنی قراره از غرب بردارن بیارن شرق ایران که به پاکستان نزدیک باشه و به چین. تأمین گاز برای پاکستان و چین با استفاده از کریدور اقتصادی چین پاکستان. سرمایه گذاری مشترک برای ساخت نیروگاه ها و خطوط انتقال برق در پاکستان، افغانستان، عراق و سوریه. همش هم همکاری مشترک در تأمین و تبادل برق کشورهای مسیر جاده ابریشمه در قالب ابتکار کمربند راه. توسعه سواحل مکران، مشارکت در توسعه بندر جاسک، مشارکت در تأسیس، مشارکت بر اون شیوهی که بهتون گفتم چین باید دست بالا رو داشته باشه، مشارکت در تأسیس یک شهر صنعتی، مشارکت در ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم، مشارکت در ساخت شهرهای گردشگری، همکاری در سایر زمینهای محیط زیستی، صنعتی، بنادر دریایی، علم و فناوری و شهرهای هوشمند مطابق با مفاد این سند، و بعد همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات از راه دور که یکی از نگرانی‌های مخالفان این سنده، توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور، تقویت شبکه زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی، خدمات اساسی شامل موتورهای جستجوگر، پست الکترونیک، کامپیوتر و پیام‌رسان‌های اجتماعی، یعنی همون چیزی که در واقع چین در داخل کشور خودش 1,300,000,000 نفر رو محروم کرده از موتور جستجوگر جهانی و اینترنت جهانی و اینترنت ملی به اصطلاح داره ازش استفاده میکنه، و در ایران هم که تاله که نتونستن این کار بکنه. تجهیزات ارتباط از راه دور شامل مسیریاب، جی پی اس، سویچ، سرور، ذخیره اطلاعات، تجهیزات کاربر نهایی، تلفن همراه، تبلت، لپتاپ که بعضن اینا تحریم از طرف آمریکا، سیستم عامل رایانه ها، مرورگرها، آنتی ویروس ها، همین جاسوس های کامپیوتری در واقع، و بعد همکاری های نظامی، دفاعی و امنیتی دو جانبه، همکاری دفاعی و رایزنی در حوزه های منطقه‌ای و بین المللی از جمله در زمینه امور راهبردی و مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری های دفاعی در حوزه آموزش، تبادل استاد و دانشجو، پژوهش، رزمایش، تبادل تجربیات نظامی و دفاعی، و یک نکته بسیار مهمی که ایران همیشه، جمهوری اسلامی همیشه نیازمند چین بوده است، تقویت همکاری‌ها در مجامع سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، که چین بیاد در واقع حق به تو داره در شورای امنیت و بارها این کارو کرده، البته نه در بزنگاه‌های مهم که حالا صحبت می‌کنیم که چین هر جایی که به نفعش بوده رای به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران هم داده. آنچه روشن است تا اینجا این است که چین در همه زیرساخت‌های اقتصادی، نظامی و فناوری حتی
وارد میشه. سرمایه و نیروی کار میارن، گرچه اسمش از همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک، ولی در همه حوزه اولویت عرض کردم با چینه، یعنی بالای 50% مال چینه و یعنی رئیس در هر پروژه میشه چین و این یعنی واگذار کردن کشور به چین و در کشور خودت از بالا تا پایین کارگزار کشور دیگری شدن. جوری بگم دیگه. قاسم محب‌علی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران به سبب تحریم‌ها احتمالاً قدرت بازپرداخت هر نوع سرمایه‌گذاری در کشور را به سختی خواهد داشت. یعنی همون نقشه چین که از اول بهتون گفتم. در چنین شرایطی قطعاً کشوری مانند چین مابعضای سرمایه‌گذاری را که در پروژه‌های ایران خواهد داشت مطالبه خواهد کرد. این امر می‌تواند در آینده برای ایران مشکلاتی ایجاد کند. چنین رابطه‌ای به نوعی رابطه یک طرفه خواهد بود و امکان امتیازگیری از سوی این کشور را فراهم می‌کند. به تعبیر دیگر قدرت بازی و انعطاف از آن چین خواهد بود نه ایران. نیویورک تایم گزارش منتشر کرد و نوشت که چین گفته از 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری میکنه. ناتوانی جمهوری اسلامی برای پرداخت بدهیاش به چین نیازی به توضیح من نداره. نتیجهش میشه چی میشه برای نمونه سریلانکا. اما این چقدر ممکن و عملی است؟ چین و ایران دو جزیره جدا از جهان نیستن که هر کاری دلشون میخواد با هم بکنن. همه میبینن. آیا تحریم‌های آمریکا میذاره که این توافق عملی بشه؟ نکته اول. در خدمت آقای حسن دایی هستیم، پژوهشگر ارشد روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران. آقای دایی، بذارید من دلم میخواد قبل از اینکه بریم روی این سوالی که کردم، یعنی آیا تحریم‌های ایران میتونه در واقع جمع‌بندی بحث بنده بود، این سوال اول جواب بدیم. فکر کنم راهو باز میکنه برای این فرصت محدودی هم که داریم که بتونیم به جنبندی درستی از بحثمون بکنیم. چین در چه حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، امنیتی، نظامی همین الان در ایران نفوذ داره و سرمایه گذاری کرده؟ با سلام خدمتتون و تبریک سال نو با تأخیر البته و ممنون از برنامه خوبتون. این ویدیوهایی که نشون دادید واقعا جالب بود و تاکید بکنم درست میفهمید ماهیت قارتگر چین و اینم که این کشورها رو تومه خودش کرده. اما هیچ کدوم از این کشورهایی که اشاره کردید به اندازه مسئولین جمهوری اسلامی و تن فروش نیستن. اما بگم در مورد اینکه چیکار که چین از سال 2005 تا کنون، یعنی تا حدود یک سال پیش که آمار دقیق تقریبا وجود داره، مجموعاً حدود 26 میلیارد در ایران سرمایه گذاری کرده. در این دو سال آخر به کمتر از 1 میلیارد رسیده. در این 16 سال گذشتم تقریبا میشه گفت به موازات تحریما بوده. هر وقت تحریما افزایش پیدا کرده سرمایه گذاری کم شده، هر وقت آزادتر شده مثل برجام افزایش پیدا کرده. در صنعت نفت و گاز بوده که اصلا کارنامه خوبی نداره و در پارس جنوبی هم بیرون رفت. این یه مسئله انرژی بوده. در حمل و نقل بوده، خط راهن سریع تهران قم اصفهان، خط راهن تهران مشهد برقی بوده که کردن و در خودروسازی بوده. در همه اینها که تقریبا کنار کشیده، اصلا از خط مشهد که کاملا اومد بیرون و اون شرکت نفت چین هم دولت چین هم به طور رسمی از توتال اومده بیرون، هیچ کدوم اجرا نکردن. بسیار الان به شدت پایین اومده، در حد تقریبا میشه گفت صفر. و اگه نگاه بکنیم به کشورهای همجوار ایران، میدان سرمایه‌گذاری چین رو با ایران مقایسه کنیم، واقعا مضحک و خنده‌دار این ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنن که چین آمادگی داره 400 میلیارد در ایران سرمایه‌گذاری کنه. به گذشته و الان نگاه بکنیم میفهمیم که این حرفا یک ادعای بیش نیست. ببینید نیویورک تایمز در، من نمیدونم که منبع کجاست، اما الان خدمتتون عرض میکنم، در مطلب مفصل نیویورک تایم در تیر ماه 99 مطلبی نوشت و که همین هفتم فروردین امسال همین مطلب رو آپدیت کرد، در واقع بروز کرد. نوشت بر پایه تفاهم نامه ایران و چین سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چین در طی 25 سال در ایران انجام میشود. نیویورک تایمز خب منبع معتبری است، نوشته که به گفته دو نفر اینو نوشته، تو پیپل که ننوشته این تو پیپل کیان. تنها منبعی که قبل از نیویورک تایمز
همین رقمو نوشت در پیوند با این تفاهم نامه بعد از سفر من جواد ظریف به چین بود در شهریور 98. پترولیوم اکونومیست در 12 شهریور 98 به قلم سایمون واتکینز نوشت در طول این 25 سال و عمدتاً در 5 سال نخست چین مجموعاً 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری می‌کند. 280 میلیارد دلار در نفت و گاز و پتروشیمی، 120 میلیارد دلار در بخش‌های دیگر به ویژه صنعت راه و حمل و نقل. و در مقابل ایران نفت و گاز و پتروشیمی خود را با تخفیف‌های گسترده به چین می‌دهد. پول آن را به یوان و با تعویق 2 ساله دریافت می‌کند. اولویت را در تمامی پروژه ها همواره به شرکت‌های چینی در ایران می‌دهد که توضیح دادم و به چین اجازه می‌دهد تا 5000 نیروی امنیتی‌اش را یا نظامیش را برای حفاظت از پروژه‌هایش در ایران مستقر کند. ما اگر اینا رو درست بدانیم آقای دایی، قاعدتاً باید امضای سند به نفع دو طرف باشه. این سند همکاری چقدرش به نفع چینه، چقدرش به نفع ایران؟ اصلا واقعی نیست. آخه مگه میشه آقای فلاتی در دنیای امروز یه همچی چیزی قراردادی امضا شده بنزه 400 میلیارد با این جزئیاتی که آقای واتکینز میگه و توی این کره خاکی یه نفر با خبر از این جزئیات، اونم آقای واتکینز که آقای احمد نژاد، نه باند احمد نژاد این اخبار دروغو گفتن که تازه بعد سال گذشته مثلا چند میلیون دوربین هم در ایران نصب شد. ببینید ما اگه یعنی میگین منبع آقای واتکینز احمدی نژاد بوده؟ بله، و خود آقای واتکینز هم میدونه دروغ میگه، اونم که اقوال ایشون گفتن میدونن دروغ میگن. اگه اجازه بدید من توضیح میدم چرا دروغ. خواهش میکنم. یعنی خنده داره اصلا. مثلا ببینید ایران کشور ما یکی از مهمترین ذخایر نفت و گاز جهانه، از نظر جغرافیایی هم تو آسیا بی‌نظیره، چه برای ترانزیت انرژی و کالا بخواد یکم به خاطر ذخایر انرژی. در 30 سال گذشته یعنی در پایان جنگ سرد تمام پروژه هایی که برای انتقال انرژی بوده یا برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز ایران بوده همه شکست خورده، همه شکست خورده. 1992 نیازوف از ترکمنستان اومد، آرزوی اروپا بود که خط لوله انرژی از آسیای مرکزی از ایران بره به اروپا که اسیر روسیه نباشن. خط ناباکو کلی اومد تو ایران جوش دادن و خط لوله رو. اون موقع اروپایی‌ها نخواستن، هیچ کی نرفت. برای چی؟ میگفتن جمهوری اسلامی سیاست‌های خارجیش طوریه که درگیری ایجاد خواهد شد، تحریم خواهد شد. اتفاقا پیش‌بینیشون درست بود، هنوز تحریم‌ها مثل الان نبود، ترسیدن نکردن. جمهوری اسلامی می‌خواست خط لوله صلح تهران پاکستان هند رو انجام بده تا لب مرزم حاضر بود بیاره. به گفته نژاد حسینیان معاون وزارت نفت 33% تخفیف میداد تو قیمت، نشد. میخواست نفت و گاز جنوب خلیج فارس رو به اروپا ببره، نشد. به 600 میلیارد دلار نیاز داشت برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز که بعد از برجام انتظار داشتن که برن. کل سرمایه‌گذاری که در نفت و گاز ایران شد در این سالها 2.5 میلیارد بوده، 2.5 میلیارد بوده. یعنی اصلا خنده داره که ما ادعا بکنیم که یک کشورایی میخوان بیان در کشور ما 400 میلیارد سرمایه‌گذاری کنن. چرا نه؟ عقل سالم اینجاست. این قاچاق نفت، این فیلم های جالبی که نشون دادید اینه که قاچاق، بله، 3 بار کشتی رو عوض کن، کلی پول به دلالا بده بده، نفت 55 دلار آخرش به گیر جمهوری اسلامی 30 دلار میاد. چینم میکنه این کارا، ولی سرمایه گذاری تو صنعت نفت و گاز یا صنعت ریل ایران یا صنعت چی تحت تحریمه. بسیاری از کمپانی های بزرگ چینی سهامدار آمریکایی دارن، تو استاک مارکتن، کوچکترین قدمی تو ایران بردارن تحریم میشن، به خاطر همین نیومدن. شما نگاه بکنید تمام این تفاهم نامه رو با امارات، با عربستان، با عرب و خیلی کشورهای دیگه امضا کرد، به همه اونا به قرارداد تبدیل شد، سرمایه گذاری کرد. تنها کشوری که صفر بوده ایران بوده به خاطر تحریم ها. یک، این مسئله اول. دوم اینه که ببینید چین با عربستان و بقیه شریکه، احتیاج به ثبات داره. نمیتونه بیا 400 میلیارد به حکومتی که باعث بی‌ثباتی منطقه است تهدید خرج بکنه که برای خودش برای جاده ابریشم تیر خلاصه. مسئله مهمتر، این کشور چین 800 میلیارد با آمریکا روابط تجاری سالانه داره. میتونه اینو به خطر بندازه به خاطر رابطه با ایران؟ خب اگه میخواست بکنه چرا تا الان نکرده؟
چرا تا به حال نکرده؟ چرا تا اسم تحریم میاد همه در میرن؟ مگه آمریکا مأمور میذاره برای هر کمپانی؟ نه، میگه آقای ببینید، من خدمتتون گفتم دفعه پیش که خدمتتون بودم، گفتم یک کمپانی چینی که میخواد تو همین جاده ابریشم هم متوهای جدیدی استفاده میکنه برای زدن تونل، این با آمریکایی‌ها شریکه، اینا میتونن تو ایران کاری بکنن، تو صنعت نفت میتونن برن کاری بکنن. تمام کمپانی‌های مهمی که در صنعت نفت ایران بودن 2008-2009 از ایران فرار کردن، نمیان. ایران کشوری شده که تمام پروژه‌های مهم انتقال انرژی یا توسعه صنعت انرژی و دیگرها به قبرستان این پروژه‌ها تبدیل شده، نمیان. این چیزی هم که امضا شده یک انشاست، یه لیست آرزوهاست، تبدیل به قرارداد موقعی خواهد شد که آمریکا و چین جنگ بشه مثلا، سیستم گلوبال دنیا، اقتصاد دنیا که همه در هم تنیدن، کمپانی ها در استاک مارکت هم شرک های ببینید، یه مثال بزنم، سیستم بانکی، الان بانک کانلون گفته که ما معاملات ساده هم با ایران انجام نمیدیم، پول ایران هم نمیدن، اینا میخوان من تو ایران سرمایه گذاری کنن. این در واقع بانکی بود که اصلا برای همین کار تولید شده بود. بله، برای سرمایه گذاری، در واقع برای اینکه پولای ایران رو توی اون بانک بذارن و به اصطلاح حفظ کنن ایجاد شد و چیزی نمیدن دست ایران. آی دایی، اولا با چه کشورهای دیگری، آیا اصلا سند مشابه این امضا شده با کشور دیگه بین چین و بقیه کشورها؟ منظورم ببینید، قبل از قرارداد مشخص یه سند راهبردی امضا میکنن، مثلا سال 2016 که رئیس جمهور چین به ایران اومد، بلافاصله به پاکستان رفت، امضا هم کردن تفاهمنامه، اتوش قرارداد اومد به میزان میلیاردها دلاری که در عربستان و امارات و عراق و ترکیه و اینا، نمیدونم قرقیزستان و تمام اینا، ازبکستان سرمایه گذاری کرده چین، نگاه بکنید همش یه تفاهمنامه است، در چارچوب اون تفاهمنامه ها میان قراردادهای مشخص در میارن. تفاوتش با اینه که این در ایران اینا نه تنها به تبدیل به قرارداد نشده، این چهار تا قراردادی هم که تو ایران داشته میشه، مثل فاز 11 پارس جنوبی یا قطار ریل تهران مشهد اینا، یا صنعت خودروسازی که آدم را بگه، همه اینا رو ایران رو ترک کردن، همه ایران رو ترک کردن. بله، خود چین هم رفت بیرون دیگه از فاز 11 پارس جنوبی. ببینید، یه سوال اینجا میمونه، من میخوام فرصت باشه که به اینم بپردازیم، بعد ای وقت بود صحبت میکنیم. همه فرمایشات شما بر چشم، چرا این سند همکاری پس امضا میشه و اینقدر شلوغ میشه دورش؟ شلوغیش اند ببینید، چین با جمهوری اسلامی نمیخواد خارج نگه داره که بگه آقا باشه ما تو هم داریم دنبال دردسر کنی، چون پروژه واقعا راه پروژه جاده ابریشم راهبردیه برای چین، اهمیت داره، نمیخواد جمهوری اسلامی حذف بکنه، اجرا نمیشه، باهاش امضا کرده که دوستیش باهاش نگه بداره. اما جمهوری اسلامی در درجه اول تبلیغاته، از این تفاهم‌نامه‌ها من بخواید میتونم 3 ساعت برای شما از این تفاهم‌نامه‌هایی که جمهوری اسلامی با روسیه امضا کرده، با شرکت کنوکو آمریکایی امضا کرده، با برای خرید گندم از آمریکا امضا کرده، با کشورهای دیگه امضا کرده، هیچ کدومش هم محقق نشه، همه اینا هست. بنابراین جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال تبلیغاته، به مردم ایران اولانی پیام بده که ببینید شما فکر کردید من ورشکستم و دارم سقوط میکنم، نه، با ابرقدرت دیگه یعنی چین رفتم ساختم، میخواد 400 میلیارد برای من خرج بکنه، متحد من میشه، حافظ و به اصطلاح نگهبان من خواهد بود. های دایی الیوت آبرامز، مسئول ارشد وزارت خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ، مطلبی نوشت اخیراً درباره همین قرارداد، این سند 25 ساله، نوشت نکته کلیدی در تمام این بحث دریافت اطلاعات دقیق درباره جزئیات این توافق است، زیرا چنانچه اطلاعات درباره مبالغ سرمایه گذاری دروغ باشد، میتوان آنچه منتشر شده است را تنها تلاشی تبلیغاتی برای رژیم‌های ایران و چین دانست، اما اگر درست باشد آنگاه حکومت ایران که از تحریم‌های آمریکا به تنگ آمده کشور را به چین می‌فروشد. چقدر درسته این؟
ببینید اون قسمت دومش که خب درسته، جمهوری اسلامی به چین کیه؟ به هر کسی بیاد حاضر بفروشه برای بقای خودش. من میخوام بگم این بالاخره وقتی به چین میفروشه میخواد یه چیزی گیرش بیاد دیگه، درست. که بیاد صنعت نفت و گازشو مدل میکنه، راهن براش بکشه و و و. اینا قابل تحقق نیست در وطن فروشی. اون که شک نید، خود آقای ابرام در همون گزارش و گزارش قبلی امریکن انترپرایز با جزئیات و ارقام و اینا میگن اصلا غیر واقعیه که چینی که در 15 سال گذشته 26 میلیارد غیر از تحریم ها دوران تحریم در ایران سرمایه‌گذاری کرده، یه باری که بیاد 400 میلیارد در ایران با وجود تحریم ها بکنه، که در تمام موارد کمپانی های چینی رعایت کردن تحریم ها رو. قاچاق متفاوته. ببینید این نکته مهمیه دیگه، قاچاق با تحریم ها متفاوته، این خیلی مهمه. قاچاق با سرمایه گذاری استراتژی که بیا شریک بشی متفاوته. ببینید تا موقعی که جمهوری اسلامی این سیاست خارجی رو داره، اصلا بگیم تحریم نیست، اصلا بگیم اینا نیست که در عالم خیال، اصلا این سیستم جهانی، این تحریما مصوبه کنگره آمریکا، من به شما تضمین میدم تا موقعی که این جمهوری اسلامی هست این تحریما نخواهد رفت و هیچ کمپانی در ایران سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. هزار لایه شده این تحریما، اما بگیم مثلا در عالم خیال ما شب خوابیدیم صبح پا شدیم این تحریما هم نبود. این سیاستایی که جمهوری اسلامی داره در منطقه که چند تا موشک باید بزنه به عربستان، چند تا موشک جدید بره بزنه تو مرز اسرائیل، اینا عامل بی‌ثباتیه. آخه جمهوری اسلامی که تنها طرف عربستان که نیست، ده ها کشور دیگه هم هستن، به دنبال ثبات میگرده. چین نمیتونه به یک با یک کشوری شریک بشه، بیاد حافظ و مدافع یک کشوری بشه، به بقاش کمک بکنه، که همون پروژه جاده ابریشم چین رو هم زیر علامت سوال میبره. نه دیگه، همون پروژه رو در نقشه دیدیم که عملا راه انداختن از خط، از ایران رد نمیشن دیگه، از خط مرزی در واقع از وسط دریای خزر میرن. حالا اون که داستانش جداست. آقای دایی عزیز، وقتمون تمام شده، من فقط یه نکته خواستم عرض کنم در این 10 ثانیه آخر که چقدر عملی باشد یا نباشد، به هر حال حساسیت مردم در مخالفت با این سند 25 ساله همکاری به عنوان ایران فروشی به دست آخوندها یه حاکم خودش بسیار بسیار قابل تقدیر و مهم، یعنی نشون میده که مردم سیاسی هن و چشمشون بازه و بسیار حساس. بریم پرده آخر. فلسفه حرمت گوشت خوک، باید بگیم اولا تأثیرات بد روانی و معنوی و اخلاقی برای انسان داره. بله، ثابت شده که این خوک یک حیوانیه که غیرتش کمه. در مسئله ناموسی خیلی توجه نداره، خیلی توجه ندارد و حالت بی غیرتی در انسان به وجود میاره، به وجود میاره. لذا باید از خوردنش اجتناب. شب و روزگار خوش.